شهید فخریزاده هنوز هم سرخط خبرهاست. موضوع مهم اینه که این شهید بزرگوار چطور و در جریان چه عملیاتی به شهادت رسیده. مقامات مسئول میفرمایند که خبر داشتیم و هشدار هم داده بودیم. اما خب معلوم نیست اگه همه هشدار دادن پس چی شد که اسرائیلیا موفق به ترور شدن. جزئیات تازه هم امروز از ترور منتشر شده درباره اینکه دانشمند هستی خودش داشته رانندگی میکرد و در جریان عملیات تروریستی به شهادت رسیده. فخریزاده در رو باز میکنن متوجه میشن که ابتدا متوجه نمیشن، ولی مثل این که بعدش که در رو باز میکنن متوجه میشن که بله، در واقع احتمال خیلی زیاد حمله تروریستی باید باشه. به هر حال یه نکته هم که اشاره کردن، گفتن که همزمان با این صدا دو تا گلوله هم به سمت سر ایشون که شیشه ماشین هست شلیک میشه. آقای فخریزاده که فرمون رو گرفتن سرشون رو میارن پایین، دو تا گلوله رد میشه و به ایشون نمیخوره، اصابت نمیکنه. از ماشین میان بیرون با این نیت که به ماشین محافظین برسن، چون آقای فخریزاده خودشون داشتن رانندگی میکردن. گلوله اول اصابت میکنه به کتف ایشون، محافظشون، تقریم حفاظتشون، خودشون رو میرسونن و میندازن روی فخریزاده و در واقع انقدر به سمت سرتیم حفاظت تیر شلیک میشه که ایشون کنار میره، پای ایشون رو مثل که پای سرتیم. همزمان با این ترور مجلسیان هم بیکار ننشستن. امروز دولت رو مکلف کردن که از پروتکل الحاقی آژانس خارج بشه و یه جورایی تعادل هستی خودش رو توی برجام فراموش کنه. بهارستانی برنامه امروز در عمل برجام رو بیخیال شدن و حالا باید دید دولتی ها هم توی این تفاوق کنار میکشن یا هنوز هم دلشون نمیاد. دو روز پیش که جو بایدن دنبال سگش میکرد و پاش پیش خورد، تو ایران دلار یک کمی بالا رفت. حالا که مجلس مصوبه ای رو تصویب کرده و امید به برداشته شدن تحریم‌ها رو عملا کمتر کرده، دلار و سکه معلوم نیست قرار چه اتفاقی براش بیفته. البته که بازار در ایران خیلی حساب و کتاب نداره و یه وقت هم دیدیم به جای اینکه بره بالا یهو کشید پایین. این خبر افزایش قیمت طلا نه در ایران که در کشورهای دیگه انگار دختر خانوما رو علاقه‌مند کرده به عروسی. ویدیو جنجالی ببینید از زمانی ازدواج یهودی در امارات، عادی سازی روابط با اسرائیل چیکار کرده با همسایه عربمون. و در نهایت بد نیست بریم سراغ یک حاشیه سرکاری بازیگرها. دعوای دو خانم بازیگر در روزهای اخیر درباره گیاهخواری اونقدر حاشیه ساز شده که یکی از طرفین دعوا اومده توضیح میده که بابا اصلا همش برای جذب مخاطب بود. قبلا هم گفته بودن که این بازیگرها ازدواج و طلاقاشون برای جذب مخاطبه. حالا فهمیدیم دعواشون هم که الکی و کلا اینا همه دارن نقش بازی میکنن، چه دوربین باشه چه نباشه. دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه. یه توضیح در مورد شام ایرانی بدم خدمتتون. شام ایرانی یه برنامه است دوستان و بیشتر ما که انتخاب شدیم، چهار نفری که با هم هستیم توی گروه، سعی میکنیم لحظات فان، خوشحالی و حتی بازی طراحی میکنیم که به شما خوش بگذره. بنابراین شوخی هامون شوخی، واقعا بازی هامون هم بازیه. من دیدم یه جایی که خانم راهنما گفته بودن که یه بازی بکنیم، یکی به شما در شرک خواهرشوهر اینا، ملت خیلی جدی گرفته بودن و میگفتن این چه طرز حرف زدن، این چهارتا چرا یهو اینجوری شدن. لطفا کل شام ایرانی فصل هشتم قسمت ما رو توی فیلم و برنما با ببینید و متوجه میشید که همه اینا برای سرگرم شدن شماست. تا
تا بی خبر دیگر مراقب خودتون باشید.